درود دارم خدمت بینندگان عزیز. سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا و جناب مهندس فرزاد در اتاق فرمان که این فرصت رو در اختیار من گذاشتم در خدمتتون باشم. مراتب و مسائل روز رو در خدمتتون ارائه بدم. همونطوری که قبلا هم در این برنامه گفتم، برنامه های یک بار در هفته ما تبدیل به سه بار شده و هر کدوم از این بارها حدود 20 تا چند دقیقه برنامه داریم که بتونیم که مسائل روز رو زودتر خدمت شما ارائه بدیم. این روزها بیشتر اخبار در داخل ایران مربوط میشه به عاشورا و محرم. برای این موضوع من چند تا از ویدیوهایی رو یا عکسایی رو انتخاب کردم که اینا رو از جناب فرزاد خواهش میکنم که برای شما نشون بده و بعد اگر احتیاج باشه، اگر نیازی به توضیح داشته باشه، من خدمتتون ارائه میدم بعد از دیدن این چند نوبت. بفرمایید. بله، در این سه ویدیوی کوتاهی که دیدین، البته بسیار زیادی ویدیو در اختیار شما هست که در رسانه ها میتونیم ببینیم. این چند تایی که انتخاب کردیم، یکی مربوط میشه به کاخ سفید که نشون میده که آزادی بیان در آمریکا چگونه است. اونا در جلوی کاخ سفید عزاداری میکنن که اگر دقت بکنیم به صدای مردم در اونجا، اکثرشون ایرانی نیستن، لهجه ایرانی ندارن. بنابراین البته این چیزی رو نشون نمیده، فقط برای اینکه بدونیم که افرادی که اونجا هستن به چه گونه هست و آزادی بیان، آزادی ادیان در آمریکا به چه صورت هست و اون رو مقایسه بکنیم با جمهوری اسلامی که آقای خامنه ای بعضی موقع میگه که ما یا ملاها میگن که ما آزادترین کشور دنیا هستیم. نکته دیگه بود که یک جوانی رو نشون میداد که در حال حالا رقص بود یا هر چیزی دیگه، با آهنگ که ملاحظه کردین کار خودش رو انجام میده. قسمت سوم ویدیویی بود مربوط میشه که عزاداران، فکر میکنم در اون در زنجان بود، عزاداران از روی پرچم اسرائیل و آمریکا رد نمیشن. این یک در حقیقت یک درسی هست برای جمهوری اسلامی که با این همه تبلیغاتی که بر علیه اسرائیل و آمریکا میکنه، میبینیم که چه اتفاقی داره میفته. ولی من یک پیام دارم راجع به این موضوع، یعنی یک فکری دارم. کسانی که در ایران یا در جاهای دیگه به مراسم عزاداری میرن، برای چی میرن؟ ما در این تورنتوی که من هستم، در بعضی از در چند روز گذشته دیده شده، البته تعداد افرادی که در تورنتو آمدن نسبت به گذشته بسیار کمتر شده و همونطور که در جلوی کاخ سفیدم ملاحظه کردین، در اینجا هم طبق گزارش میدانی که داده شده
حدود 80% یا در این حدود ایرانی نیستن و از کشورهای دیگه، مسلمانان کشورهای دیگه آمدن. حالا اونا چگونه آگاه شدن و آمدن اینو دقیقا نمیدونیم، ولی نکته ای که میخوام اشاره بکنم اینه که آیا این عزاداری برای مظلومیت امام حسین یا یک پروپاگاندا هست، تبلیغات هست برای جمهوری اسلامی؟ من بینندگانی که آشنایی کمتری ممکنه داشته باشن در مورد کربلا و کشته شدن امام حسین، رجوع میدم شما رو به تاریخچه عزاداری، تاریخچه کربلا، و نوشته های بسیار زیادی هست، کتاب های زیادی هست و باید واقعا دید و دید که آیا واقعیتی که الان ملاها در بالای منبر میگن همون هست که گفت، یا اینکه این هم که عرض کردم یه پروپاگاندا هست. نکته دیگه که از این بخوام زودتر رد بشم، چون مطالب بسیار زیادی داریم و زمانمون هم کم هست، اینکه در این 44 سال گذشته آنچه ما دیدیم در جمهوری اسلامی، هر روز ما کربلاست، هر روز ما علی اصغر کشته شده، هر روز ما مردم آب ندارن، به خصوص در قسمت جنوب، جنوب شرقی، جنوب غربی ایران یا دیگر مناطق مثل کرمان و جاهایی که بسیار گرم و داغ هست، به خصوص در تابستان. بنابراین وقتی که من میبینم یا شما ممکنه در خیابان یا توی این تکیه ها و مساجد، که البته مساجد هم که میدونی من قبلا اینجا گزارش دادم بسیار تعدادشون کم شده، یعنی حدود 3/4 مساجد بسته شدن، وقتی که این عزاداری ها رو انجام میدن یا در خیابون ها مثل تورنتو یا در نیویورک جاهای دیگه هستن، این سوال رو بعد از خودشون یا از خودمون بکنیم که این برای چی هست. من روی سخنم به اونایی که تو خیابون ها میان، اول که خیابون جای عزاداری نیست، اگر میخوان عزاداری بکنین برین منزلتون، برین در مساجد، ولی خیابون با سنج و با صداهایی که من خودم چند بار شاهدش بودم واقعا گوش خراشه برای شهروندان یک شهر یا یک منطقه که اینا مسیرش رو رد میکنن، و جز این که نارضایتی ایجاد بکنه چیزی دیگه نیست. ولی از اون طرف هم میبینیم که کشورهایی که سکولار هستن و مشکلی با مذهب ندارن، با روی خوش اجازه این راهپیمایی ها رو میدن، برخلاف اینکه جمهوری اسلامی به هیچ وجه به مخالفین خودش اجازه یک روزم نمیده. و حالا در ویدیوهای دیگه اگر جناب فرزاد داشته باشن، یک ویدیو هست که یک مداحی داره مردمو میزنه، ولی این آدم مداحه، از همون هاییست که از همون جنس کسایی هست که چند لحظه پیش دیدیم. اگر این ویدیو آماده هست خواهش میکنم بذاریم. بله، حالا دو تا آدم هست، این مداح هست که اگر ملاحظه کردین در ویدیو قبلی همین، بله، و این آقا هست که مداحی میکنه، یعنی واقعا باید شرمگین باشه، باید خودش و خانوادهش و دوستاش و آشنایان شرمگین باشن که یک خانومو با اون وضعیت به زمین میندازه، با این باتون بهش میزنه، و کسی که اصلا اسلحه‌ای نداره، هیچ مقاومتی نکرده، و این واقعا باعث شرمساریه. و ما میگیم که این افراد هستن که واقعا کربلای 44 ساله ما رو که هر روز بوده همینطوری به خود ما نشون میدن. این نکته بود که خواستم خدمتتون بگم. یک ویدیو هست فکر کنم حدود 2 دقیقه است،
از بی بی سی که کلاژ هست. اگه ممکنه اونم با هم ببینیم، بریم به موضوعات دیگه. من نمیدونم، منو احساساتی میکنه، ولی این همه جوان در این مدت کوتاه کشته شدن بدون اینکه کسی محاکمه بشه، دستگیر بشه. واقعا باید چیکار کرد با این؟ این تیکه آخری که ملاحظه کردین که با تبل میزدن که در زنجان بود، این خانم عکسش خانم غزاله چلابی هست. خانم چلابی 34 ساله، کوهنورد و با شلیک مستقیم همین اوباش اراذل کشته شد. و اون کسانی که لباس سفید پوشیده بودن و با تبل می زدن در همین برای عزاداری خانوم غزاله چلابی اومده بودن و تعداد بسیاری از این جوانایی که تب میزدن لباس سفید پوشیده بودن دستگیر شدن. که چرا تب زدن و چرا لباس سفید پوشیدن؟ و چون اونا معتقد هستن که باید لباس سیاه پوشید. از این هم که بگذاریم، حالا ببینیم که بال ماسکی شده، یک نمایشی شده، اون عرب، لباس عرب که لباس در حقیقت هموطنان، بعضی از هموطنان ما در خوزستان هست، مشکلی نداریم باهاش، ولی این یک نمایش بال ماسکی هست که میخوان که چه چیزی رو نشون بدن. واقعا اگر باز هم میگم، اگه کسی عزاداری میخواد بکنه، این وضع عزاداری نیست، بلکه عزاداری معنی به خصوص خودشو داره. در همین رابطه که موضوع عزاداری اینا مطرح میشه، آقای احمد اعلم الهدا گفته کسی دیگه به خطابه های ما گوش نمیده، مساجد خالی هستن، در نماز جمعه شرکت نمی کنن و حتی خطبه های ما رو از تلویزیون هم نمی بینن. این موضوع رو داشته باشین. یه دونه ویدیو هست که خیلی کوتاه، البته صدا هست، آقای نصیری که دبیر پیشین روزنامه کیهان تهران هست، با این گوش میدیم. این یک آخوند بوده ولی اخیراً بسیار تغییر عقیده داده و مخالف جمهوری اسلامی شده. میخوام به این آقای نصیری که الان بسیار در رسانه‌های مختلف از ایشون نام میبرن و ازش استفاده میکنن، با همدیگه گوش میدن.
بله، من قطعا از مصادیق بارز این قصه ریزش هستم. با وارد کردن 60-70 تا سردار سپاه به مجلس و تیر خلاص را این انتخابات ریاست جمهوری به تهمانده اعتقاد من زده شد، اون اعدام ها واقعا جنایت بود. تا میاییم به ماجرای 98، کشتار 98 میرسیم که خب بسیار تکان دهنده بود. جمهوری اسلامی نوع حکمرانیش به سمت خودبراندازی داره پیش میره و نمیتونن این نوع حکمرانی ادامه بدن و ما باید خودمون را برای اون لحظه فروپاشی آماده کنیم و برای اون باید برنامه داشته باشیم. با توجه به آمادگی که افکار عمومی داره، یک اتفاق، یک حادثه، یک تصمیم غلط میتونه چنین جرقه‌ای بزنه. بله، این نمونه های ریزش هایی است که از درون کشور کسانی که در مساجد بودند، در تکیه ها بودند. این آقای نصیری هم که عرض کردم لباس آخوندی داشته و گذاشته کنار. در یکی از صحبت هایی که اخیرا کرده بود ازش سوال کردن که چرا لباس تو در آوردی، گفت من دیگه امنیت ندارم و چون امنیت ندارم من دیگه این لباس رو دیگه نمیخوام، به علاوه شکایت از اینکه چه اتفاقاتی داره میفته در کشور و ایشون خودشو به عنوان یک انسان نمیتونه قبول بکنه که اون لباس رو تنش باشه. امیدوارم که این نوع فکر در بقیه آخونده هم پیش مطرح بشه. در این مورد به خصوص من بارها در این برنامه گفتم و باز هم تکرار میکنم، روی سخنم به سپاهیان و بسیجیان و کسایی که امنیتی هستند، مردم ایران شما را نمیبخشند، خانواده شما را نمیبخشند اگر به مردم نپیوندید. مردم انتظار دارند شما به عنوان یک ایرانی با اونا همدم باشید. جمهوری اسلامی رفتنیه، به هیچ وجه ممکنه این 6 ماه طول بکشه، 3 ماه طول بکشه، 1 سال طول بکشه، ولی رفتنیه. تمام ایندکس ها، فهرست ها، تمام اون چیزی که برای نگهداری یک رژیم ممکنه که رژیم رو نگه داره، همشون ریزش کردن. به هیچ وجه این رژیم ماندگار نیست. خودتونو آغشته گناهان، اگر به گناه اعتقاد دارین، خون مردم ایران نکنین. اگر که ماندگار بشین، مطمئن باشین شما را دستگیر میکنن، محاکمه میکنن و اون جزایی که بعد به شما داده بشه داده میشه. و من روی سخنم باز هم قبلا هم گفتم تکرار میکنم، به خانواده هست، شما بیگناه هستین ولی از یه طرف میتونین گناهکار باشین برای اینکه جلوگیری نکردین از همسرتون، از فرزندان شما که الان مطمئنن با پدر مادرشون مخالف هستن، 90-95% مخالف هستن. ممکنه یک کسایی مخشویی شده باشن ولی اونا هم گناهکار هستن اگر جلوگیری از پدرشون یا کسانی که برای رژیم کار میکنن هستن. این رژیم افتادنیه، شما میبینین، روزانه میبینین در محلهای خودتون، بین خانوادهای خودتون میبینین. چند تا خبر دیگه که من قبل از اینکه ساعتمون تموم بشه خدمتتون بگم. یکی این که رئیس سازمان هوایی کشور گفته ما نیاز به 550 هواپیمای مسافربری داریم و الان ما 180 تا داریم که از این 180 تا از اسپر پارتاش و قطعات از اونای دیگه برمی‌دارن، از اون 500 خورده دیگه برمی‌دارن جایگزین میکنن. بنابراین روی سخنم به هموطنان عزیز هست، اگر مجبور نیستین که هواپیمای ایرانی رو سوار نشین. اونا عرابه های جنگی هستن، مثل ماشین هایی که در جاده ها هست. نکته دیگه که میخواستم خدمتون عرض بکنم این که عربستان قبول کرده که به گفته وال استریت جورنال هفته آینده یک نشستی رو برای صلح اوکراین و روسیه ترتیب بده.
در اونجا برزیل و هندوستان و چند کشور دیگه هم دعوت شدن که در این مورد. نکته ای که مهم هست اینه که ما داریم میبینیم که عربستان یک رول بسیار مهمی در دنیای عرب، در دنیای مسلمانان برای خودش ایجاد کرده، آبروهایی رو برای خودش خریده و اون چیزهایی که ما در ایران میبینیم به هیچ وجه در اونجا دیده نمیشه. غیر از دو شهر مذهبی مکه و مدینه، مردم اجباری برای لباس مذهبی یا حجاب ندارند. بنابراین اینو از این نظر میگم که مردم بدونن که مرکز اسلام که عربستان هست یا مکه هست به چه صورت با مردم خودش رفتار میکنه و وجهه جهانیش حفظ میکنه. قسمت آخر صحبتم که امروز خبر خوشی بود داشتم این بود که کشف 84,000 کتاب در مغولستان پیدا شده که احتمالاً اکثرشون هم به فارسی نوشته شده و این یک بسیار خبر خوبی است برای ما. آخرین عکسی که نشون دادن آقای افشین نریمان هست. بخوام به اطلاع دوستان برسونم که دفعه گذشته گزارش دادم ایشون به هوش اومدن ولی متاسفانه قسمتی از بدنشون هنوز حس ندارن، لمس هستن و امیدوارم که هرچی زودتر بهبودی سلامتیشون رو به دست بیارن. سپاسگزارم از شما، سپاسگزار از مهندس فرزاد برای همکاری در این مورد به خصوص. تا برنامه بعدی، روز شبتون بخیر.